شب بخیر خدمت شما بینندگان و همراهان همیشگی تلویزیون ایرانیان برلین و همچنین کلی عزیزانی که از طریق شبکه جهانی اینترنت برنامه ما رو مشاهده می‌کنند. در اولین برنامه از سال 1393 خورشیدی میهمان خانه‌های گرم و با محبت شما عزیزان هستیم. سال نو خورشیدی رو خدمت شما عزیزان تبریک عرض می‌کنیم و امیدواریم که غروب زمستان طلوع شادی‌های شما عزیزان باشه. دلهاتان همیشه گرم، لبتان خندان و آسمان زندگیتان روشن و سرزمینمان آزاد. و اما برنامه امروز. برنامه امروز را آغاز میکنیم با اهم اخبار یک هفته اخیر ایران و دیگر نقاط جهان. در قسمت دوم گزارشی داریم از برنامه های نوروزی شهر برلین. توجه شما را به رویدادهای خبری هفته که گذشت جلب می کنم. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد در پیامی به مناسبت نوروز تمامی زنان و مردان جهان را فراخواند تا پیام صلح و یگانگی را که در بطن جشنهای نوروز قرار دارد فراراه خود قرار دهند. همچنین باراک اوباما رئیس جمهوری امریکا در پیام شاد باش به مناسبت فرارسیدن نوروز 1393 ضمن تبریک سال نو گفت اگر ایران به تعهدات بین‌المللی‌اش عمل کند می‌تواند به برقراری رابطه نو میان دو کشور منجر شود. در پی بحران در اوکراین مارتین شولتز رئیس پارلمان اروپا از احتمال وقوع جنگ در اروپا خبر داد. وی شرایط اروپا را متمایز از اروپای 1914 خواند که این قاره با خواب روی به سمت جنگ رفت. رئیس پارلمان اروپا افزود اتحادیه اروپا باید این پیام را به روسیه بفرستد که این کشور بهای اقدامات خود را خواهد پرداخت و رهبران کشورهای اتحادیه اروپا باید به مردم خود درباره هزینه‌های احتمالی درگیری در بحران و ببخشید بحران اوکراین توضیح بدهند. این در حالی است که باراک اوباما رئیس جمهوری امریکا دستور تحریم 20 تن از نمایندگان پارلمان، سرمایه‌داران و مقامات دولتی روسیه را صادر کرد. دارایی های این عده در امریکا مسدود شده و شرکت های امریکایی هم از انجام هر گونه داد و ستد با این افراد منع شدند. ارتش اسرائیل دو هفته پیش اعلام کرد یک کشتی حامل موشک های ایرانی را که هاضم نوار غزه بوده در دریای سرخ و حوالی سواحل سودان تعقیب کرده است. اما ایران چنین ادعایی را رد کرد و سخنان مقامات اسرائیلی در این باره را بی اساس خواند. در این رابطه ایالات متحده و بریتانیا از سازمان ملل متحد خواستند که درباره ادعای اسرائیل مبنی بر کشف محموله از سلاح‌های ایران که به نوار غزه ارسال می‌شود تحقیق کند. خانم دی کارلو معاون سفیر ایالات متحده آمریکا گفت این کمیته باید خود را آماده وضع تحریم‌های احتمالی علیه کسانی کنند که مسئول این ماجرا بودند. وزارت خزانه داری امریکا اعلام کرد برخی از محدودیت‌ها برای دانشجویان و دانشگاه‌های ایران را لغو کرده است. بر اساس مجوز جدیدی که وزارت خزانه داری امریکا صادر کرده، دانشگاه‌های امریکایی می‌توانند به تبادل دانشجو با دانشگاه‌های ایرانی بپردازند و همچنین برخی خدمات آموزشی را به نهادها و افراد ایرانی ارائه کنند. دفتر پناهندگان سازمان ملل در گزارش سالانه خود از افزایش تعداد درخواست پناهندگی به کشورهای صنعتی جهان خبر داده است. سوریه با بیش از 56,000 پناهجو برای نخستین بار در صدر فهرست پناهجویان قرار گرفته است. روسیه و افغانستان به ترتیب در رده‌های دوم و سوم جای گرفتند. همچنین از میان کشورهای پیشرفته جهان آلمان با پذیرش نزدیک به 110,000 پناهجو در صدر کشورهای پذیرای پناهجویان در سال گذشته می باشد. اشتفان هاشمی پسر زهرا کاظمی خبرنگار و عکاس کانادایی ایرانی قصد دارد از دیوان عالی کانادا بخواهد تا حق شکایت از ایران به دلیل دست داشتن در قتل مادرش را به وی اعطا کند. وی به کرات از مقامات ایران و کانادا خواست تا پیکر مادرش را از مونترال محل اقامت او بازگردانند و بانیان قتل مادرش در دادگاه به پای میز محاکمه کشانده شوند. گفتنی است با وجودی که مقامات وقت جمهوری اسلامی به قتل این خبرنگار و عکاس ایرانی اذعان کرده بودند، اما هنوز هیچ مقام و یا ماموری به اتهام قتل خانم کاظمی محکوم و یا مجازات نشده است.
رهبر جمهوری اسلامی ایران آیت الله علی خامنه ای برای هر سال نامی و شعاری اعلام می کند که قرار است با گوشزد کردن جهتگیری مطلوب به مسئولان و مردم اوضاع کشور را بهبود بخشد. به امسال را سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی نامگذاری کرد. گفتنیست شعار سال 92 را حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی اعلام کرده بود که تورم به 45% رسید و مسئولان دولت 11 گلایه کردند که ویرانی از دولت قبلی بر جای مانده و خزانه کشور خالی است. جواد لاریجانی رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در یک کنفرانس خبری در تهران گفت اعدام‌های ایران زیاد است و 80% مربوط به مواد مخدر است. وی از احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران انتقاد کرد و گفت احمد شهید به یک هنرپیشه رسانه‌ای تبدیل شده و گزارش‌های او مانند این است که با نامزدش حرف می‌زند که این گونه احساسی برخورد می‌کند. سفیر جمهوری اسلامی ایران در بغداد از عفو 423 نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق که در عراق مستقر هستند خبر داد. وی گفت این تعداد از اعضای مجاهدین خلق از نظر حقوقی مشکلی برای بازگشت به کشور ندارند و می توانند به ایران سفر کنند که این تعداد ممکن است در آینده افزوده شود. تعداد مورد اشاره سفیر ایران در عراق حدود 14% از 3000 عضو سازمان مجاهدین خلق را در بر می‌گیرد که عمدتاً در اردوگاه آزادی مستقر هستند. Größte Teppichwäscherei in Berlin und Brandenburg. Orient Teppiche Thaleblu. Wäscherei und Galerie. Bei uns können Sie sehen, wie Ihr Teppich gewaschen wird. Sie finden uns in der Straße der Einheit 138 in 14612 Falkensee. Unsere täglichen Öffnungszeiten von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 15 Uhr. Unsere Rufnummer 03322 429-1906. ایروپلان شهرهای کلن، دورتموند و فرودگاه کلنبون آلمان بزرگترین آژانس مسافرتی ایرانی در سراسر اروپا. ایروپلان با مدیریت مدبرانه کامران خطیبی و همکاری همایون به همراه مسئولان فارسی زبان و بین المللی ارائه دهنده عالی ترین سرویس برای سفر بر هر نقطه جهان. هارتنکشوله بزرگترین آموزشگاه خصوصی زبان خارجی در برلین با بیش از 40 فعالیت درخشان و آموزش به بیش از 100,000 نفر علاقمند به فراگیری زبان. Hello, ich
komme aus der Mongolei. Ich komme aus dem Sudan. Ich komme aus dem Iran. Ich komme aus Kuba. Ich komme aus Polen. Ich komme aus China. Ich komme aus Frankreich. Ich komme aus dem Libanon. Ich komme aus der Mongolei. Ich lerne an der Hartnackschule Deutsch. هارنکشولی برلین واقع در ماتشتراسه شماره 5 در 10777 برلین منطقه شونبرگ در نزدیکی اوبانهوف نولندورف پلاتس. این 20 رستوران الردا با انواع لذیذترین کباب‌های ایرانی، جوجه کباب، کوبیده، برگ، سلطانی، غذاهای خوشمزه لبنانی و غذای ویژه هفته با بهترین و مرغوب‌ترین کیفیت آماده پذیرایی از شما عزیزان است. قبول سفارشات برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما با قیمت‌های بسیار مناسب. آدرس الردا، هوتنشتراسه شماره 69 در 10553 برلین. شماره تلفن 03-391-11-19. چه چشمایی شده قلبمو از جا میکنه، چه بیقرارم عزیزم دلم واسه تو میزنه، قشنگ و مهربون من دست توی دست من بذار، بگو منو دوستم داری عاشقی رو یادم بیار.